أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ترجمة: و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است جل جلاله. و اما بعد، حضور شما بیننده های عزیز، مادران، پدران، خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان و اطفال نازنین دختر پسر در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان غم زده که مرا میبینین، سیمونا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو عرض میکنم. امیدوار هستم از نعمت صحت و سلامتی کامل جسمی و روحی برخوردار و در امورات زندگیتان موفق و کامگار باشین. بازم خدا را شاکر و راضی هستم که به من حقیر توفیق عنایت فرمود تا از طریق برنامه اسلام زن و زندگی مهمان خانه های شما عزیزا باشم. بیننده های عزیز، ما در سطح دنیا و سطح افغانستان خبرهای عمده و مهمی داریم که به او نمی پیچیم. از جمله خبرهای داغ روز، فیر مرمی بالای دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتیش بود که از بیخ گوشش تیر شد. اسرائیل بس خبرش کرده بود مگر نجات یافت. امیدوار هستیم شر بخیزه که به خیر امت اسلام و خیر انسانهای روی زمین باشه. ماه متبرک محرم سال 1446 هجری قمری آغاز شده و امروز مصادف با هشتم ماه محرم است و دهه عاشورا. ما شما مسلمان ها دهی 10 روز اول ماه مبارک محرم که به نام عاشورا گفته میشه، یک انقلاب و یا یک خبر تکان دهنده عظیمی داریم که متاسفانه از 14 قرن به ایسو اسلام را به 2 پارچه تقسیم کرده. ما پیش از این که مهمان عزیز خود دعوت بکنم که پیرامون اهمیت روز عاشورا، دهه عاشورا و مخصوصا قیام حضرت امام حسین صحبت بکنن، شعری را از استاد سخن و بیان و عرفان و معنویت فیلسوف بزرگ علامه اقبال انتخاب کردیم که خدمت شما عزیزان می خونم. جناب علامه اقبال میگه: هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. عقل صفاک است او صفاکتر، پاکتر چالاکتر بیباکتر. عقل در پیچاک اسباب و علل، عشق چوگان باز میدان عمل. عشق سید از زور بازو افکند، عقل مکار است و دامی میزند. عقل را سرمایه از بیم و شک است، عشق را عزم و یقین داین فک است. آن کند تعمیر تا ویران کند، آن کند تعمیر تا ویران کند، این کند ویران که آبادان کند. عقل چون باد است ارزان در جهان، عشق کمیاب و بهای او گران. عقل محکم از اساس چون و چند، عشق اوریان از لباس چون و چند. عقل می گوید که خود را پیش کن، عشق گوید امتحان خیش کن. عقل با غیر آشنا از اکتساب، عشق از فضل است و با خود در حساب. عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بنده شو آزاد شو. عشق را آرام جان حریت است، ناقعش را ساربان حریت است. آن شنیدستی که هنگام نبرد، عشق با عقل هوس پرور چی کرد؟ آن امام عاشقان پور بطول، سر به آزادی ز بستان رسول. الله الله به ای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد بسر. بهر آن شاهزاده خیر الملل، دوش ختم المسلمین نعم الجمل. سرخ رو عشق غیور از خون او،
شوخی این مصرع از مضمون او در میان امت آن کیوان جناب همچو حرف قل هو الله در کتاب. موسی و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید. زنده حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. خواست آن سرجلوه خیر الامم، چون صحاب قبله باران در قدم. بر زمین کربلا بارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت. لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد. موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است. پس بنای لا اله گردیده است. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین سامان سفر. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم عدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. عزم او چون کوهساران استوار، پایدار و تند سیر و کامگار. تیغ بهر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. ما سوا الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، خون او تفسیر این اسرار کرد. ملت خوابیده را بیدار کرد، تیغ لا چون از میان بیرون کشید. از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت. سطر عنوان نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم. زاتش او شعله ها اندوختیم، شوکت شام و فر بغداد رفت. صدفت غرناطه هم از یاد رفت، تار ما از زخمش لرزان هنوز. تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خداوندا هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد و آل و اصحابش تمام. آمین یا رب العالمین. با این شعر واقعا زیبا که از ترنم قلب یک عارف بالله در قرن 20 سرچشمه گرفته، برنامه خاص عاشورای خدا آغاز میکنیم و مهمان عزیز خدا دارم دکتر صاحب زهرا حسینی که بعد از دیر وقتا تشریف آوردن. خیر مقدم میگم به برنامه اسلام زن و زندگی. جناب شانم خوش آمدین. در شروع اگر پیام و کلام ابتدایی با بیننده عزیز دارین بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقن بالخدا و الهمن بالتقوا و ارفقن اللتی از اکفا و استعملن به ما و عزه. با عرض سلام و ادب حضور تمام شنوندگان و شما دکتر صاحب خواهر بزرگوارم و خداوند توفیق طاعت و بندگی برای تک تک معنید نه و انشالله که همیشه سالم باشین و در پناه حق. آمین. سلامت باشین جناب دکتر صاحب. شما هم خوش آمدین دکتر صاحب زهرا جان. ما افتخار دارم که خواهر دانشمند و فاضله خود بعد از اینکه یک چندین ماه غیر حاضر بودین دوباره در برنامه دارم. جناب دکتر صاحب، همونطور که میفهمین این روزها و شبها بسیار خاص است برای همه امت اسلام و مخصوصا برای خواهر و برادرای ما که در مذهب تشیع هستند، مراسم خاص دارن. ما در اینجا می خواهیم که برنامه ویژه داریم از تجلیل از قیام حضرت امام حسین. خب دکتر صاحب محترم بفرمایید، می خواهیم که سر عمومی یک نظر گذرا داریم سر موضوع عاشورا و اهمیت تاریخیش و بعد از اون میریم سر حادثه کربلا. بله، نسبت به عاشورا خب همونطوری که همه بزرگواران همه عزیزان در نظر داره و اینه میدانن اینکه ماه محرم یکی از ماهای هست که ماهای حرام هست.
بله جنگ در اون حرام بوده و هست، یعنی در اقوام و ملت های گذشته همچنین چیزی بوده و این جز مواردی هست، احکامی هست که در اسلام هم این تایید، یعنی امضا شده، تایید شده، گفته که همون چیزی که در اون امت های قبلی بوده در اسلام هم این تایید شده و این جزء ماهای حرام هست و در این ماه جنگ جایز نیست از نظر دین اسلام، چون چنین بوده. بله دیگر اینکه خب روایت ها دیدگاه های دیگری هم در مورد عاشورا مطرح هست، حالا بعضی ها بحث نجات قوم حضرت موسی را مطرح کرده یا مثلا بحث کشتی نوح که در چنین روزی به آرامش رسیده یا بحث در چنین ایامی حالا که در روز عاشورا بوده یا در خود روز عاشورا، این نکات دیگه یا مثلا بحث نجات حضرت یونس مطرح میکنن، ما وارد این بحثا نمیشیم و به صحت و سوق میشم نمیپردازیم بله و بیشتر ما مد نظر ما قیام امام حسین علیه السلام هست و بحث که نهضت عاشورا و این بیشتر بین مسلمان ها مطرح هست و اگر تجلیل صورت میگیره بر اساس دین آیین اسلام از این شخص دقیقا بزرگ هست. دقیقا دکتر صاحب، بسیار خوب شما اشاره کردین. برای بیننده های عزیز ما باید روشن باشه که مسائل ده ماه مبارک محرم در اسلام ماهای خاص است که در او ماها به نام ماه حرام گفته میشه، که جنگ و جدال و گپا ممنوع است، به شدت به حساب تقبیح شده و گفته شده که در این ماه، از او جمله شروع ماه قمری که ماه محرم است، از جمله ماهای حرام است که در او باید جنگ و خونریزی صورت نگیره. و حادثات تاریخی را که مورد تایید تمام منابع نیست، شما یاد کردین که از او جمله به ساحل نشستن کشتی حضرت نوح است، و یا ای که حضرت یونس علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام میگن که در قومش در این روز از شر فرعون نجات یافتن و از رود نیل گذشتن. میاییم حادثه ای که بر ما امت اسلام بسیار مهم است، حادثه کربلا است که در روز دوم عاشورا اتفاق افتاده در سال 60 هجری، درست است؟ سال 61 61. ما میخواییم که شما در مورد امی که حضرت امام حسین چرا در مقابل یزید استاد؟ هدفش سلطنت بود؟ میخواست خلافت به دست بیاره؟ یا کدام هدف دیگه داشت؟ دلیل مقاومت یا ایستادگی و قیام حضرت امام حسین چی است دکتر سمترم؟ بسیار سوالتان سوال آموزنده، سوال عمیق، سوال بروز و مورد نیاز همه ما و شما هستند. مقدمتا من قبل از اونی که جواب سوال شما را بیان کنم، مقدمتا یک نکته را اشاره می کنم و اون این که ما اگر میان بحث قیام عاشورا را مورد بحث و بررسی قرار میدیم، از دو بعد میتونیم این مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی از بعد شخصیتی هست و یکی از بعد شخصی هست. خب شخصی ما میدونیم که حضرت امام حسین نواسه پیامبر بود و از کدام خاندان بود، این بحث مطرح هست که به شخصیتش که حالا امام سوم شیعیان هست و این مباحث. اما شخصیت و او چیزی که هویت یک ملت و جامعه را میسازه، هویت شخصیتی هست، اون شخصیت هست که هویت می سازه. و اینجا ما اگر میایم بحث از امام حسین علیه السلام می کنیم، بحث معرفت و شناخت فکر و روح و روح نهضت امام حسین علیه السلام باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ما فراتر وقتی به قیام امام حسین علیه السلام میپردازیم، بالاتر از شخص امام حسین، بلکه شخصش که نسبت به شخصش هیچ اعتراف و اعتراض هیچ کسی هم نمیتونه داشته باشه، که میشناختند و میشناسیم که نواسه پیامبر بوده و از چه خانواده و چه خاندانی بوده و به کی منتسب هست. اون چیزی که مهم هست روح نهضت امام حسین علیه السلام هست، اهداف فکری و اهداف که در این نهضت نهفته بود، اون اهداف خیلی مهم هسته. شما فرمودین که هدف امام حسین علیه السلام چی بودن؟ بهتر این از زبان خود بزرگوار بشنویم، خود حضرت چی فرمودن. خصوصا نقل شده که وقتی امام حسین علیه السلام خواست از مدینه حرکت کنه، برادرش محمد حنفیه سوال کرد، خب برادر جان شما حالا چون آمدن از حضرت بیعت بگیرن برای ولایت اهلیه،
برای چی یزید با قدرت رسیده بود تازه و میخواست که بیعت بگیره از بزرگانی که در بین قوم بودند و از جمله بزرگان امام حسین علیه السلام بودند. آمدن بیعت بگیره، حضرت معطل گذاشتن، امروز رو فردا کردن، به خاطر که بیعت با یزید جایز نمیدونستند و بیعت امام حسین علیه السلام مساوی با تایید حکومت یزید و تایید کردن. مثلا به طور مثال داریم میگیم، امروز هر جو حکومت ظلم هست، اگر ساکت نشستی این خودش یک نوع تایید هست. حضرت نمیخواست این حکومت تایید کنه و این بود که تعلیل کردن و بعد دیدن که نه، دست بردار نیستن، هر روز پیک و پیغام میآید که باید بیای بیعت کنی. این رو بله حضرت مهاجرت انتخاب کرد و از میخواد که از شهر مدینه خارج شود. حالا شهر مدینه خارج شود، کجا باید برود؟ اینه که محمد حنفیه برادرش میآید، میگه تو چرا خارج میشی؟ بعد چرا زن و بچه ها رو با خودتان همراه میبرید؟ و این نشان دهنده اینه که امام حسین اینجا دنبال چی نبود، قدرت و منصب و امثال اینها نبودن، چون کسی که به جهاد و جنگ میره خب زن و بچه با همراه خودشان نمیبرن. بعد خود حضرت اشکر میفرماید بسیار وسیره جمع میکنم همراه خود. بله، مردای جنگی رو میبرد و خود حضرت میفرماید که این وصیت نامه ای هست که حضرت میفرماید اني لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح في امه جدي واردانی و انا امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی. این جزء وصیت نامه حضرت هست و جزء جواب حضرت میده که هدف از این حرکت حضرت این هست که خارج نشده دنبال سلطنت باشه، دنبال فساد باشه، دنبال این باشه که حالا شورش کنه علیه حکومت روس یا امثال اینها، بلکه میخواد که اینجا به خاطر اصلاح امت جد هست، به خاطر مردم اصلاح کنه. مردم در جهالت نگه داشته بودن، نماز جمعه را می آمدن روز چهارشنبه برگزار می کردن، کارهایی که دیگری که حالا علنی شراب خوردن یزید یا رفتارهای دیگری که یزید داشت که اصلا با هیچ یک از چی اسلام سازگار نبود. روی اینجا حد حضرت فرمود من به خاطر این خروج کردم، پس به خاطر اصلاح امت جدش و به خاطر امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهمترین فرایض ما هسته و که امر به معروف و نهی از منکر، و حضرت میفرماید که من به خاطر امر به معروف مردم چی کنم. و دومین نکته میتونیم از بازم از بیانات خود حضرت استفاده میکنیم که حق خواهی و حق طلبی هست بله و این امر به معروف که حضرت انجام میده به خاطر که میخواد حق و حقیقت به مردم آشکار کنه. بعد در بین صحبت های حضرت هست که حضرت میفرماید الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان باطل لا يتناهي عنه لا يرغب المؤمن في لقاء الله محقا. آیا نمی نویدی که به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری نمی شود و در چنین شرایط مؤمن باید به لقای پروردگارش ترجیح بده و رغب و میلش باید به طرف لقای پروردگار باشه. وقتی میبینه که داره یک نظام، یک حکومت به طرف باطل حرکت میکنه و حق زیر پا گذاشته و تمام سنت های پیامبر زیر پا گذاشته، اینجا هست که مقاومت میکنه و حضرت قیام میکنه. و نکته بعدی آزادی خواهی و شرافت هست که حضرت اینجا خیلی زیاد برش مهم هست و اینه که مثلا الموت اولا من ركوب العار، الموت اولا من ركوب العار. و بعد ادامه این کلام حضرت چنین هست که الموت خیر من ركوب العار والعار خیر من دخول النار، مرگ از پذیرش ننگ بهتر است و ننگ از ورود در آتش سزاوارتر است. اینا دیگه اصلا قد کلمات حضرت واضح و آشکار هست که نیاز به تفسیر و توضیح نداره، چون خیلی زیاد واضح حضرت بیان فرموده. پس اینجا بحث آزادی و شرافت هست و اینه به تمام انسان هایی که زیر بار ظلم هست و زیر بار یوغ ستمگر هست و زیر بار اجباره. ستم هست، بله، درس هست که در مقابل ظلم و جور و در مقابل ستمگر باید ایستاد و مقاومت کرد و نباید تن به ذلت داد. و یکی از دوری از ذلت که دیگر از اهداف حضرت هست، میفرماید هیهات من الذلت، دور است از من تن به ذلت دادن و خواسته باشم بیعت کنم. و بعد این به خاطر خب خیلی هم گفتن حالا یک بیعت بکن چی از شما چیزی کم نمیشه، با
بس زنده ماندن، چون بین زندگی و مرگ خب بهتر اینه که شما زندگی رو انتخاب کنید یا یاد کنید. تمام، حضرت فرمود من با بیعت خودم فاتحه اسلام رو باید خوان. بله بحث شخص نیست، بحث دین هسته، و اینجا حضرت به خاطر دین قیام کرد. و نامه ای که به مردم کوفه می نویسه، بعد در این نامه بسیار جالب حضرت می فرماید فل عمر ما امام الا حاکم بالقرآن و قائم بالقسط و دائن بدین الحق حابس نفسه علی ذات الله. به جان خودم سوگند، حضرت قسم میخوره به جان خودم سوگند که امام و پیشوا تنها کسی هست که مطابق کتاب خدا داوری کند و دادگر و متدین به دین حق باشد، وجود خیش را وقف و فدای اسلام کند، فدای فرمان خدا و دستور الهی کند. بسیار تشکر دکتر صاحب از صحبت های شما، و تا جایی که خودم هم مطالعه دارم، حضرت حسین اول از مدینه به مکه آمد و از مکه باز پسانمی سوال بعدی ما است که چرا حضرت امام حسین انتخاب کرد که به طرف کربلا بیایه؟ چرا مکه و مدینه را، مکه را که زادگاه جد بزرگوارش حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله بود، او را ترک کرد و چطور اعتماد کرد که بیایه بر مردم و کوفه را انتخاب بکنه که بیایه به کوفه؟ دلیلش چی است؟ به هر حال بیننده های عزیز ما، دیدگاه های مختلف موجود است. خواهر عزیز ما دکتر صاحب زهرا حسینی، ما به خاطر دعوتشان کردم که دیدگاهشان، ما باید کوشش کنیم که بر وصلت عالم اسلام، بر وصلت ما، بر نزدیک شدن بین ما باید سر مشترکات یک دیگه خود گپ بزنیم که پیش ما اهل سنت جماعت اونو قدر حضرت امام حسین محبوب است مثل که پیش برادران و خواهرای عزیزی اهل تشیع ما محبوب است. ما در 5 وقت نماز میخوانیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. آل محمد شامل کی میشن؟ اینمی خانوادهش است. این از امو خاطر ما درود میفرستیم، میفرستیم قرار هدایت قرآن که میگه ان الله و ملائکته یصلوا علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این درود گفتن وظیفه ما است. ما اونمو قدر درد احساس بکنیم که خواهر و برادرای ما که در مذهب تشیع هستن احساس دارن، و ما مطمئن هستم که تمام مسلمان ها ای زخم خونین قلب ما را بساب جریحه دار ساخته، و هدف قیامش، هدف برآمدنش و هدف قرار که شما از صحبتهایشان گفتین، از اقوال خودشان گفتین که در مقابل ظالم میخواست به شکل اعتراض خود نشان بده، نه به شکل مقاومت مسلحانه، نه به شکل جنگ. چرا اگر هدفش جنگ و غذا و جهاد می بود، خو امرای خود زن اولاد خود نمی برد، تمام لشکر جور میکرد و در مقابل لشکری ها لشکر تهیه میکرد. در مقابل مستبد باید اعتراض بکنه آدم، و حضرت پیغمبر خدا این توصیه را برای امت اسلام کرده بود که ظالم و مظلوم ارتش در دوزخ میره. چرا ظالم به خاطر ظلم میکنه؟ مظلوم چرا در مقابل ظلم سکوت میکنه؟ چرا مقاومت نمیکنه؟ و حضرت امام حسین خواست که سنت پیغمبر را بجا بکنه، چرا که یزید خلاف سنت اسلام سیستم حکومتداری را از خلافت که انتخابی بود یا انتصابی بود به شکل میراثی تبدیل کرد، یعنی از پدر به بچه رسید. حضرت معاویه وقتی که وفات کرد، بنابر بعضی تواریخ نوشته میکنن که او وصیت کرد که بعد از ما پسر ما یزید، که یک شخصی که لیاقت نداشت، کفایت نداشت، به زنبارگی و شرابخوری معروف بود، عیاش بود، بر از او باید بگذاره. اینال اینمی بدعتی که در اسلام با وجود آمد، اینمی جرحی که در اسلام با وجود آمد که خلافت به سلطنت مبدل شد، حضرت امام حسین من نحیث وارث خاندان پیغمبر ایر وظیفه خود دانست که باید در مقابل ازی سیستم استاد شود. چرا اگر حضرت امام حسین استاد نمی شد، دیگه پس بنان کلگی امت اسلام اینو تو بس گوسفندی ما سیستم بدعتی را که اینا با وجود آورده بودن که تا امروز هم متاسفانه در اکثر کشورهای اسلامی این سیستم میراثی سلطنت وجود داره، و این بدعت تعداد گزارش حضرت معاویه و یزید است. اینمی سیستم خواست که نهی کنه و مقابلش
استاد. اینال میایم دکتر سید محترم که چرا حضرت امام حسین کوفه را انتخاب کرد؟ چرا به کربلا آمد؟ بله، سوالتون باز سوال زیبا و جالب هست. به اینکه ببینید، ما چنین مطرح کردیم دوستان، بنابر اون وصیت خود حضرت کردن و با توجه به اینکه پیاپی پیک می آمدن، مأموران می آمدن که از حضرت میخواستن بیعت بگیرن و حضرت مجبور میشه باید شهر مدینه را ترک کنه. اما کجا باید برود؟ بهترین جای امن خانه خدا هست، چون حرمت داره خانه خدا، کسی اجازه نداره اونجا خونی ریخته شود یا مثلا حتی پشه ای را ما حق نداریم. با این جزء اعمال عبادی هست که در اونجا محل امن خانه خدا هسته و اونجا پناه ببره، خانه امن خداوند. بعد از اونی که به مکه رفتند، بعد از اونی که به مکه رفتند، نامه های این عامل، دو تا عامل اونجا مطرح هست. بعضی از تاریخ نویسا می نویسن که حضرت متوجه شد، یعنی مطلع شد، با خبر شد که ماموران از طرف یزید مأمور شده، افرادی که در حین احرام لباس احرامی پوشیده و سلاح دارن زیر لباس زیر احرامی خودش سلاح داره و اینجا میخواد که تصمیم داره در خانه خداوند خونه امام حسین علیه السلام رو برزه و حضرت به شهادت برسانه. بعضی تاریخ اینه نقل کرده، در تاریخ این هم مطرح هست. و نکته دیگر که عامل، یکی از عامل اصلی حرکت حضرت شد، نامه هایی بود که مردم کوفه نوشته بودند و دعوت کرده بودند و حضرت فرمود اینجا اتمام حق شده، یعنی حجت برش تمام شده، چون حضرت این شایستگی را داشت که رهبری مردم را به عهده بگیره و مردم نامه نوشته بودند و حتی بعضی ها در نامه خودشان نوشته بودند که یبن رسول الله، اگر شما تشریف نیارین و به کوفه و نیایی که رهبری ما رو به دست بگیری، بعضی از روایت ها میگه 18,000، حالا بعضی روایت ها نقل میکنه که 12,000، اختلاف هسته که نامه به حضرت رسیده بودن. 12,000 نامه در اون زمان خیلی حرف هست، جمعیت که چنین نبودن. خب اون نامه آمده، اشعار که ایمیل هم نبود و بس هم بله حتی بله هم نبودی 12,000 نامه بسیار زیاد است. و بعضی ها در این نامه خودشان نوشته بودن که اگر شما تشریف نیارین، ما روز قیامت نزد جدتان از شما شکایت میکنیم، شما نیامدین رهبری ما رو بگیرین و شما رها کردین حکومت به دست یزید، شما حمایت نکردین و ما هستیم اینجا، شما رو حمایت میکنیم. و از این جملات بسیار تحریک کننده، جملاتی که گویا نیتبخش مسئولیت بود. حضرت، بله بله مسئولیت بر حضرت سنگین کرده بود. حضرت فرمود که دیگه حجت بر من تمام شده و من مجبور هستم که حرکت کنم و به نامه اینها پاسخ بدم. خب یعنی هر انسان دیگری هم باشه، وقتی میبینی از طرف یک عده دعوت شدی و خصوصا اینجا میبینی که حق هم همین هست که باید در مقابل باطل بیستی، اینجا دیگه وظیفه حضرت اقتضا میکرده که باید ندای آنها را لبیک بگه و به طرف آنها حرکت کنه و راهی کوفه شد. بله، و در کوفه پیشتر گرد شما مختصر اشاره کردین با حضرت امام حسین چند نفر بود و کوفیان چرا وعده خلافی کردن؟ ببین اینکه چند نفر بودن، گفتیم که بعضی ها 12,000 نوشته کرده، بعضی ها هم 18,000، تاریخ اختلاف هست در این نامه ها. حالا کار نداره، ما هم لشکر امام 12 حسین نمیگم، لشکر امام حسین چند نفر بود؟ در روز عاشورا وقتی که آمدن، وقتی حرکت کردن از مکه، بعضی از تاریخ نویسان می نویسن بالغ بر هزاران هزار نفر بود که اینا آمدن طرف کوفه. اما شب عاشورا ترک کردن، شب عاشورا 72 نفر بیشتر باقی نماندن، رفتن هر کدام یک چرا بهانه ای خود حضرت کردن. امام حسین برشان گفت که من بله، بله حضرت بیعت برداشت، حضرت بیعت بله خودشون برداشت و فرمود که هر کس دینی داره، هر کس مثلا مریضی داره، هر کس مشغولیتی داره، خب یزید با من کار داره، به شما کار نداره، شما رایتان رو بکشین، میتونین آزاد هستین از طرف من، من بیعت خودم برداشت. سبحان الله. یعنی فکر کنین با خونریزی بیگناه ها حضرت امام حسین روادار نبود. بله دیگه زعما باشه میگه که ملت کشته شوه من زنده باشم.
اینو بسیار باعث فیزیکی 1000 نفر امروش بیعت کرده بود و در دورش بودک، بازم برشان گفت که ما بسیار از طرف ما شما آزاد هستین، اگر کسی میخواه داوطلبانه با ما باشه میتونه باشه، کسی که نمیخواه میتونه آزاد است برن، ما نمیخوایم شما کشته شوین. و این کلانترین راد مردی و ایثار فداکاری در تاریخ سیاسی جهان بشریت است. این اعلام آزاد کردن و به تعبیر دیگر برداشتن بیعت خودش نه تنها از تمام یاران و صحابه و افرادی که دور حضرت بودند، بلکه از برادرش امام چی حضرت ابوالفضل هم و همینطور از تمام اهل حرم هم این بیعت برداشته بودند و اجازه داده بودند که شما میتونید هر کسی که خواد بره بره. در کتب تاریخ نوشته کردن یکی از برادرای حضرت امام حسین فکر میکنم یا پسر کاکایشون بود که آمده بودند در کوفه به نمایندگی از حضرت امام حسین. بله، مسلم ابن عقیل، بله مسلم ابن بله عقیل پسر کاکایشان هست، پسر مسلم که برادر حضرت علی علیه السلام هست بودند. اون ایشان قبل از، یعنی بعد از اون که مردم کوفه آمده بودند، نامه ها نوشته بودند، دعوت کرده بودند امام حسین علیه السلام را. بعد امام حسین به خاطر که کار محکمتر کند سفیر خودش را میفرسته، قبل از خودشان از مکه حرکت کنه سفیر میفرستن، خب شما بروین ببینین حالا حضورن مردم چقدر بیعت میکنن. بله و آمدن، بعضی از روایت ها می نویسن که شاید در اون روز به مسلم بیش از 12,000، حالا 18,000 هم گفتم که نوشته کرده که به مسلم بیعت کردن غیر از اون نامه ها. و بعد مسلم کاری که انجام میده اینه که بعد از اونی که بیعت از مردم کوفه میگیرن، نامه می نویسه به حضرت امام حسین علیه السلام که آقا مردم، این مقداری از مردم با من بیعت کرده و باز کوفیان همه با شما هستند. بله این نامه به دست امام حسین علیه السلام میرسد و حضرت، یکی از عامل گفتیم که حرکت همین نامه ها هست، حضرت حرکت میکنه. اما بعد از اونی که مسلم میگیرند، متاسفانه بعد از اونی که ابن فکر. زیاد وارد میشه و مردم کوفه را تهدید میکنه که کسی حق اگه بفهمه که مسلم در بیت و منزل هر کسی هست، اون خانه را دیگه، اون اهل اون خانه همه به قتل میرسانه و خلاصه مجازات های بسیار سنگین را تعیین میکنه، همه دورش رها میکنه و مسلم تنها میمانه که در منزل یک زن پنهان میشه، یعنی جا پیدا میکنه و اون پناه میده به مسلم. و اونجا هست که حالا بعضی ها میگن قبل از اینکه مسلم خواسته باشه به شهادت برسانن، دوباره یک نامه دیگر مینویسه که مردم کوفه بیوفایی کردن نیا. بله اما متاسفانه این نامه دوم لحظه ای میرسه که دیگه حضرت نزدیک کوفه شده و دیر با خبر میشه از این نامه دوم. خب مساحت ها زیاد بوده، پیک ها تا وقتی میرسه. او را با معیارات امروز آدم نباید مقایسه کنه. بله، بسیار این دیگه حضرت حالی کرده. بله، با مرکب و با شتر و با اسب حرکت کردن و ای حداقل 6 ماه تا بسیار 7 ماه 8 ماه می گرفت که یک نامه از عراق تا به اونجا برسه، از کوفه تا به مکه برسه. به هر حال روح همه شهدا شاد باشه. ما متاسفانه امی مردم کوفه و عراق به فکر می کنم که امی جفا و خیانت با حضرت علی کرم الله وجهه هم کردن، و من نمیفهم که چرا هم حضرت علی و هم حضرت امام حسین به این مردم جفاکار اعتماد کردن و درس نگرفتن از خیانتی که به حق پدرشان کرده بود این مردم، و بازم اعتماد کردن سر از اینا. به هر حال ای اتفاقاتی بود، ای درسی بود که باید جهان اسلام میگرفت. ای دقیقت باید امت اسلام یاد میگرفت که در مقابل حاکم ظالم باید استاد شود. و این کار اگر حضرت امام حسین نمی کرد، ما دیگه نمی تو گوسفندی اطیع الله اطیع رسول الامر منکم باید می رفتیم دیگه. دقیقت حضرت امام حسین با قیام خود به ما یاد داد که در مقابل ظالم استاد شویم، ولو که او به چوکی کرسی به حساب سلطنت هم شیشته باشه، یعنی نترسیم. میاییم با حضرت امام حسین درس هایی که از این مقاومت یا از این قیام حضرت امام حسین ما باید بگیریم چی است؟ جناب دکتر صاحب بفرمایید. شما پیشتر اول اشاره کردین به شعر بسیار زیبای اقبال لاهوری که واقعا مرد آزاد اندیش و مرد شاعر عارف بسیار دیگه
بین همه مشخص و معلوم هست که چقدر شخص برجسته ای بود. من اینجا اشاره میکنم به یک دو بیت از شعر بلخ اسماعیل، سید اسماعیل بلخی، که اشاره میکنه که تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانش سرای مکتب اولاد آدم است. از خیمه های سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. بشک آشورا، کربلا فقط برای عزاداری، فقط برای ماتم نیست که ما بگیم ما میشینیم برای امام حسین علیه السلام اشک میریزیم و بعد ثواب و نعوذ بالله، نعوذ بالله. من به هر جمعی از دوستان که وارد میشیم میگم این فکر از مسیحیت وارد شده که مطرح میکنه که امام حسین، هر کسی آمد برای امام حسین علیه السلام قطره اشک ریخت، بعد اونجا دیگه گناهاش ریخته میشه، وارد بهشت میشه یا امثال اینها. نه، چرا این حرف میزنم؟ به خاطر اینکه در مسیحیت یک باور غلط هست که اونها هم میآیند میگن که حضرت عیسی خودش قربانی کرد به خاطر گناه امت، به خاطر گناه امت، و هر کسی آمد همین قبول که تو فرزند خدا بوده و برای همین قربانی شده، و بعد بحث تجسد هست و مطرح میشه و امثال ها تسلیس و اینات مطرح هست دیگه. اون همین کافی هست، همین کافیه. و حضرت عیسی چون ذبح عظیم بوده و قربانی بوده، نه ببین، ما در ذبح عظیم بودن امام حسین علیه السلام هیچ شک نیست. امام حسین علیه السلام اون ذبح عظیمی که در قرآن مطرح شده، امام حسین هست، این قبول داریم. اما کربلا برای این هسته که خودش این دانشگاه هست، بله از روز عاشورا یک روز خودش یک جهان درس است برای تمام طول تاریخ. حضرت امام حسین نه تنها به من شیعه تعلق داره، نه تنها به ما و شمای مسلمان ها تعلق داره، بله بلکه برای تمام انسان های آزاده خواه و آزاده طلب هست، بله حق خواه و حق طلب هست، عدالت خواه و عدالت طلب هست، بله ظلم ستیز و ظلم برانداز هست. بله امام حسین مختص، امام حسین علیه السلام مرزها رو شکسته، فراتر از مرزهای که ما فکر میکنیم هست. در بند ما اگر بیایم امام حسین، ببخشید بین حرف شما، به یک مکتب یا مذهب، به یک مذهب خاص منحصرش کنیم، جفا کردیم به امام حسین. واقعا امام حسین فراتر از همه اون چیز است. روی همین جهت هست که گاندی وقتی که یک شخص هندی هست میگه هند را چی کسی آزاد کرد؟ میگه حسین. هند را حسین آزاد. مقاومت بدون خشونت گاندی داره دیگه، درسته؟ بله و یا در مسیحیت ما میبینیم افراد برجسته هستن در مسیحیت آمدن اعتراف کردن به الگوی خودشان امام حسین علیه السلام قرار دادن. پس امام حسین متعلق به گروه خاص نیست. امام حسین، حالا ما اشاره میکنیم به یک نکاتی که بعضی دیگر آمدن اشاره کردن، نویسنده یکی از نویسنده های مصری در کتاب خودش به نام ابو شهدا حسین ابن علی علیه السلام نوشته میکنه، عباس محمود قعاد، یکی از عربی هستی که در مصر از دانشگاه مصر هست، و میگه نه تنها مسلمانان بلکه غیر مسلمانان از این حادثه درس جوانمردی، ایثار، مقاومت در برابر ستمگران را گرفت. از سفیر مسیحی که در همان مجلس یزید به او اعتراض کرد، یعنی از همون مجلس یزید همون زمان شخص مسیحی آمد به یزید که اعتراض کرده، در همون زمان در مجلس یزید به او اعتراض کرده، بگیریم تا برسیم به قرون میانه و تا برسیم به روزگار خودمون. این امام حسین این درس به همه دادن و به همه آزاد خواهان و همه افرادی که دنبال حقیقت هستند. واقعا بسیار تشکر دکتر صاحب، بسیار نقطه مهمه شما اشاره کردین که قیام امام حسین درسی که بر ما میته تنها ماتم زدگی نیست که ما بشینیم اشک بریزیم، خون بریزیم، زنجیر بزنیم، قمه بزنیم، پس سینه های خدا بزنیم،
بسیار اشاره خوب کردین که ایره متاسفانه رسوم است که از دین عیسویت ما بعضی وقتا فلمایش نشان میتن که اینا همو بساب مثل حضرت عیسی میگیرن خون و خون آلود میکنن خدا و در جاده ها میپراین. ای کارها بساب مفاد برای قیام حضرت امام حسین میکنن؟ کدام مفاد داره؟ نداره. چیزی را که باید ما یاد بگیریم درس مردانگی و آزادگی است. مقاومت و استاد شدن در مقابل حکام ظالم است، در مقابل مستبد است. میگه او که بساب که ای که اندر حجره ها سازی سخن، نعره الله اکبر پیش نمرودی بزن. در حجره ها گپ نزنیم. مثل حضرت امام حسین در مقابل 12,000 عسکر ابن زیاد استاد شد و کل دیگه کسایی که امرایش بود گفت که من میفهم که اینجا دو را چند را حضرت امام حسین داشت، یا باید تسلیم میشد که خفت بود. خو امی تسلیمی را میتونست در مکه شوه، میتونست در مدینه منوره شوه، چرا حرکت کرد اینجا آمد؟ و اگر به حساب تسلیم نمیشد، راه دیگهش به حساب شهادت بود که حضرت امام حسین سرخرویی شهادت بر ذلت تسلیمی انتخاب کرد و امت فدای خود نساخت، خود فدای قرآن و اسلام و خلافت و اسلامیت ساخت. و دقت چه خوب زیبا شما گفتین که درس آسادگی به نوع بشر داد. حضرت امام حسین محصور در مذهب شیعه یا مذهب سنی نیست. حضرت امام حسین او آزاده است که مثل همه آزاده ها سرمشق است بر تمام انسانیت، بر تمام اولاد آدم. خداوند روحشان شاد داشته باشه و انشالله توفیق بده بر ما مسلمان ها که به جای ازی که به نام او تو یک شخصیت های بزرگ با یک دیگه خود دشمنی بکنیم، یک دیگه خود تن و لن بگویم، تکفیر بکنیم، بلکه به نام از او با همدیگه نزدیک شویم، از درس از اونا چیزی بیاموزیم، از مقاومت از اونا یاد بکنیم، به جای ازی که گریه کنیم که مچم تیر دی حلق فلان خورد و فلانی تو شیرش آمیال. ما میبینیم که کربلا در غزه جاری است. از ماه اکتبر تا حال 40,000 مسلمان شهید شده. در او طفل هم است، شکم در شکم مادر طفل شهید شده، پیر جوان کلگی. این کربلاهایی که فعلا در کره زمین جاری است از خون مسلمان ها و غیر مسلمان ها، ما باید درس بگیریم که در پالوی مظلوم استاد شویم، ظالم حمایت نکنیم، از ظالم نترسیم. ما امیدوار هستم که بیننده های عزیز ما که وقتی این برنامه ها را میشنوند، درسی که حضرت امام حسین بر ما میته، از او درس به شکل بسیار فشرده شما گفتین، اگر میخواین در آخر یک پیام از دهه عاشورا که دو روز بعد است، ما امیال میبینم که در شهر کابل و هرات یا همی گروه طالبا پرچمایی را که برادرای ما در به خاطر مراسم دهه عاشورا برافراشته کردن و مراسمی را که دارن اینا اخلال میکنن. یک کار بد نیست. مردم شیشتن کی یاد میکنن؟ نواسی پیغمبر خدا رو یاد میکنن. چی میکنن؟ بر از او اشک میریزن. خب به جای ازی که تو باید تو خشونت برخورد شوه، به آداب و رسوم مردم احترام شوه و به بسیار شکل حسنیش بر از اونا فامانده شوه. ما به نظر من امیدوار هستم که برادرها و خواهرای عزیز ما، چی تشیع باشه چی تسنن باشه، باید به این نقطه مشترکی که درسی که از حضرت امام حسین ما میگیریم به او توجه داشته باشن که شما اشاره کردین. در آخر اگر پیامی داشته باشین جناب دکتر صاحب بفرمایید، ما در خدمت شماست. ببینین، من اون چیزی که میتونم به عنوان نکته آخر بیان کنم این هسته که یک از احادیث روایت هاست از امام صادق علیه السلام میفرماید کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. این کلام چی چیزی را به ما میرسانه؟ میفرماید که هر روز عاشورا و هر سرزمین کربلا هست. یعنی هر جا که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل بیعدالتی، در مقابل باطل ایستاده شدی، اونجا هر زمانی که ایستاده شدی اون زمان زمان عاشورا هست و در هر مکانی که باشه اون سرزمین
کربلا هسته، یعنی کسانی که میگن حالا ما نبودیم در نهضت امام حسین یا امثال اونها این ثواب کسب نکردیم و جز شهدا نبودیم، از حق دفاع امام حسین حق مضمون بود. هسته و حقیقت هسته. این یک نکته. نکته دوم میخوام بگم که ببینین شنوندگان عزیز، اون چیزی که باید توجه داشته باشیم، عاشورا دو بعد داره، یک بعد شعور حسینی یک بعد شعور حسینی. بله شعور و شعور تو هم هست، کنار هم هسته، همونطور که انسان دو بعد داره، بله ما هم عقلانیت داریم هم احساسات داریم. بله این وقتی یک انسان کامل هسته که احساس و عقلانیت با همدیگر جمع کرده باشی. بله ما اگر تنها به احساسات بپردازیم هم دچار تزلزل میشیم و بله انحراف میشیم، اگر تنها به عقلانیت بپردازیم و احساسات خاموش کنیم هم دچار تزلزل میشیم. در عاشورا این دوتا باید کنار همدیگر باشه، شور و شعور حسینی، بله این دوتا خیلی مهم هست. و نکته سوم به عنوان نکته آخر که میخوام بیان کنم اینه که در حکومت های مانند طالبان میترسن از این که اون شور حسینی، اون غیرت حسینی مردم به جوشش بیایه و فردا علیه اینها قیام کنه و حرکت کنه و بله از حرکت ضد ظلم و ضد جور و از این میترسن و بله از تجمع انس مسلمان ها میترسن، از بله تجمع انسان ها میترسن. روی این جهت اونا از ترس خودشان هستند. مخالفت اگر با امام حسین علیه السلام داره، بر مجالس امام حسین حالا کار نداره، بر پای عزاداری داره، برای این هسته که در این شورها اکبر که اینا فقط از سر سینه دکتور خود داره موجود میزنه نداره. و بحث شعور افغانی اینجا نیسته، بحث سخنرانی ها اینجا نیسته، میگه بگذار اینا همینجور گوساله بار باشه، بحث های سینه زنی و زنجیر زنی و خون ریختن و قمه زدن اونا باشه، اونا رو کار نداره. اما چون میفهمه که اینجا بحث شعور حسینی هم هست، مردم بیدار میشه، این حسین مصباح الهدی و سفینه النجات، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود حسین چراغ هدایت است. کجا چی به چیز نحوی در این مجالس ها هست که از برکت امام حسین علیه السلام مردم باید بیدار شوه و ظلم ستیزی و ضد ظلم حرکت کردن باید یاد بگیره، باید آزادی خواهی را، باید حق طلبی را، باید فداکاری را، ایثار و از خودگذشتگی را، مقدم داشتن خود را بر دیگری و خود فدای دیگری کردن، یعنی دیگری رو بر خود مقدم داشتن و خود فدای دیگری کردن و امثال اینها رو از درسایی هست که از عاشورا باید آموخت و میترسن کسانی مانند حکومت طالبان و امثال اینها میترسن که مردم بیدار شود و این شعور حسینیشان بالا بره و بله این شعور و شعور با هم پیمان ممزوج شود و اون انسان که انسان هسته هر دو بوده باید دارا باشه در این در اینها زنده شود و این از حکومت و نظام خودشان خاطر این هست. دقیقا دقیقا بسیار زیاد تشکر دکتر سه محترم. واقعا شعور حسینی با شعور حسینی اگه یک جای شود انقلاب ایجاد میکنه و او انقلاب بسبب سبب نجات مظلوم ها میشه، سبب آزادگی انسان ها میشه. ما تعجب میکنم که این ما شما دکتر سب 3 سال است که شاهد هستیم که تمام مکاتب بالاتر از صنف 6 و با پوانتونا بسته شده و ملت گوسفندی ما همونطور خاموش هستند. مگر من میشنوم که در بدخشان، در ننگرهار و بس مردم میخیزن به خاطر از اینکه طالبا کشت خشخاش شونه، بس کشت مواد مخدری شونه اینا زدن از بین بردن. به خاطر کشت مواد مخدره قیام میکنن، به خاطر بساب غصب زمین های کسبیشون که طالبا پس میگیره قیام میکنن، کشته میتن، مگر به خاطر فردای فرزند خود، دختر خود اینا قیام نمیکنن. امیال به خاطر بیرق محرم که پایان میپرته مردم قیام میکنن. مشروعیدم که در هرات یک جوان شهید شد به می خاطر که بیرق طالبا میکندن و این آدم مقاومت کرد و او رو شهید ساختن. مگر به خاطر بیرق امام حسین شهید میکنن خدا، به خاطر شعور امام حسین خود شهید نمیکنن. قیام امام حسین مقاومت در مقابل ظالم جابر است، جبارای تاریخ است. ما باید او را یاد بگیریم،
قيام مسلحانه، نه قيام منطقي، قيام اعتراضی، مقاومت بس اعتراضی بکنن، مظاهره بکنن، عمیق امی مقاومت ملت افغانستان نمی کنند. در صورتی که امام حسین با خود خواهر خود داشت، بی بی زینب داشت. وقتی که امام حسین شهید شد، پیام کربلا را کی انتقال داد؟ خون امام حسین کی زنده نگاه کرد؟ و بیرق کی بلند کرد؟ در دربار یزید کی به خطابه داد؟ کی گفت؟ بی بی زینب بود. امروز زینبای ما کلش در افغانستان خاموش است، کلشان زندانی هستند. افغانستان به زندان سرباز زنا مبدل شده، مگر هیچ کس نیست که به خاطر اولاد وطن خود، به خاطر نسل فردای زن افغانستان، اینا یک دفعه قیام بکنن و بگوین که تا چی وقت دخترکای ما محروم از مکتب باشه، تا چی وقت دخترکای ما محروم از تعلیم و تحصیل باشه. امیدوار هستم روزی برسه که ملت افغانستان به این شعور حسینی برسه که در مقابل تمام سیاست های جابرانه استاد شوند و او روز انشاءالله دور نخواهد بود. تشکر میکنم دکتر صاحب، دردهای ما و شما مشترک است و دردها به حد زیاد است، اگر بگویم ختم نمیشه. اگر شما چیزی گفتنی نداشته باشیم، یکی از مناجات ها را میخوانیم و دعا میکنیم که خداوند شعور و شعور حسینی بر همه ما عنایت بفرماید. انشاءالله انشاءالله. همون دیگه من چیزی گفتنی ندارم جز اینکه اگر خواسته باشم دو تا بیت از بیت هایی که خود بفرمایید شما قرائت فرمودین. آن بفرمایید. امام عاشقان پور بتول، سرو آزادی ز بستان رسول. خون او تفسیر این اصرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. امیدوارم که این ملت بیدار شود. ملت خوابیده را بیدار کرد، تیغ بهر عزتی دین است و بس. مقصد او حفظ آیین است و بس. رمز قرآن از حسین آموختم، ذاتش او شعله ها اندوختم. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان. بیشک انشاءالله که ایمان ما همیشه با این یاد این مجالس و یاد چنین رشادت ها همیشه تازه و تازه تر بشه. انشاءالله. بینید های عزیز ما به آگاهی دارن که در ختم هر برنامه ما یکی از دعاهای مناجات های معصوری را که جناب علامه صاحب فیضانی در زندان دیمزنگ نوشته کردن میخوانم و با او برنامه را ختم میکنیم که میگه: یا وهاب الملک القدوس، با آن خوشحالی که به وقت طوفان نوح علیه السلام نصیب شیاطین به اثر غرق شدن بشر و بشریت جهان ما گردید، اکنون خورسندی را در قسمت همه پاکان و نیکان بارگاه عظیم سبحان خود به پیشروی ما و سردمداری همه صلحا و رهبر مظلوم ما مرحمت گردان و بیش از این قدرت فعالیت و خورسندی را به اعدای خیش و مخالفین ایمان و اسلام نصیب مکن. به حرمت اسمائک المخزون المکنون الجلیل اجل عظیم العظم که اننا مغروب فانتصر بعزك و جلالك یا قدوس المقدس و اعتجل بقبولها یا قاضی الحاجات. باز امو دعای معصوره را می خوانیم که اللهم انصر من نصر دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم و عجل بزور مهدی الاسلام و جعلنا من اوانی واخذل من خذل دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم ولا تجعلنا منهم و جعلنا وسیله لدایتم. خداوند و نصرت بده او کسایی را که ناصرین حقیقی دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم هستند و بگردان ما را جمله اعوان و همکارانشان. الهی خوار و ذلیل بگردان او کسایی که خوار و ذلیل میکنن امت اسلام و دین مقدس اسلام و ما را از جمله نگردانی، بلکه ما را وسیله هدایت رهنماییشان قرار بدی. روح سردار شهدا حضرت امام حسین و جمیع شهدای پاک باخته اسلام از صدر اسلام تا امروز شاد باد و خداوند به ما توفیق عمل و تعقیب کردن و قدم های استوار از او را نصیب فرمایه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.